زنده های محترم تلویزیون نور، سلام به شما. یک بار دیگر شهادت رهبر جهاد و مقاومت پروفسور برهان الدین ربانی را به تک تک شما تسلیت عرض میکنم. برنامه ژرفنا اختصاص یافته به گفتگو با جناب حامد کرزی، رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان در همین مورد، و از ایشان تشکر میکنم که برای ما فرصت دادن که این مصاحبه را داشته باشیم. نخستین پست شما اینو مطرح میکنم جناب رئیس جمهور، که دیدگاه شما در مورد شخصیت رهبری شهید چیست؟ استاد گرامی شهید ما را آل تقریبا این 30 سال میشه که ما مشناختم. در زمان جهاد ما جوانا بودیم، در تنظیمای جهادی کار میکردیم. از اون زمان که اینها با نه تنها با جوانای تنظیم جمعیت بلکه با جوانای دیگه تنظیم هم رابطه داشتن و شفقت و مهربانی داشتن، از اون وقت میشناسم. استاد یک شخصیت ملی افغانستان بود، با تمام مردم افغانستان ارتباط بود، جبهات جهادیش در تمام افغانستان بود، از هرات تا هلمند تا قندهار تا غزنی تا کابل تا چهار طرف کابل تا بدخشان تا بنشیر تا فاریاب تا مزار شریف تا هر جای دیگه افغانستان، یک انسان ملایم طبیعت بودن بسیار و یک انسان فراخ نظر و مشوره پذیر، یعنی تقریبا شاید صدها بار دمی 30 سال گذشته ما با هم دیده باشیم و در موارد مختلف صحبت کرده باشیم که خاطرات بسیار زیاد است. دارم یک شخصیت نهایت عالی و ملی و مهربان کشورم بود. 10 سال از ریاست جمهوری شما میگذره، 10 سال قبل شما رئیس جمهور شده. امروز جناب رهبری شهید در میان ما نیست. پس از 10 سال گفتنی شما در مورد تحویل این قدرت چیست؟ ما در مقاومت علیه طالبا بودیم. یک روز من در یک منطقه بودم بین قندهار و ارزگان به نام پتاو، یک حویلی بود که دو یک دو اتاق بود دالان واره. اگر دالان در اطراف دیده باشین ما بنش یک اتاق و اجاق و اونجا بسیار تعداد نفر شو جمع شده بودیم. ماه رمضان بود، بارز افطار تلفن برام اومد از قندهار، از برادرم از احمد ولی شهید. گفت که استاد زنگ زده بود با ما و میخواست که خودت صحبت کنه. من گفتم درست است، من برابر میکرم. تلفن اونا را برام دادن، از ما رو به اونا دادن. دیدم که زنگ استاد برام اومد در تلفنم. او گفت که کرسای صاحب. گفتم بله. گفت که خبر دارین که در بون چی جریاناتی هست؟ من گفتم خبر دارم به صورت عموم، برای خاص خبر ندارم. گفت که صحبت های میشه در مورد شخصیت های دونج صحبت میشه که رئیس اداره موقت شد، ولی ما و دوستایم و همسنگرایم و اونایی که شما را میشناسن ما شما را ترجیح میدیم نسبت به هر کس دیگه، و شخصا ما خودم خودت را ترجیح میدیم که رئیس اداره موقت شد. پس ما پشتیبانت هستم و قبول کنی که نیو نودی حرف نزنیم. افتو با چشم استاز نمونجا بعضی مردم شتا بودن باز با منا صلاح کردم. دو روز اول کشیدیدم از استاد اونجا بود، باز آمدم به که از طرف جرگه بونت این شدم، مجلس بونت این شدم، آمدیم با کابل. و اگر دقت کنیم تحویل دهی قدرت از استاد شهید ما به ما در ماجراهای افغانستان، در جنگ های افغانستان، در تلاطم و بحران های افغانستان بار اول بود که صلح آمیز از یک رئیس جمهور افغانستان و شخصی دیگه قدرت انتقال میشه. رهبری شهید رهبری شورای عالی صلح پذیرفتن. در کل با چه شرایط پذیرفتن؟ چی مسئله باعث شد که بپذیرن؟ چون شما بیشتر از همه نزدیک بودیم به مطلق. خب این معامله ماجراهایی را پشت سرم داره. در
کوششی که ما داشتیم برای صلح. از روز اول با امرای استاد در مشوره بودم و دیگر رهبرا. یک زمان یک خطی برام آمد از نام حکمتیار صاحب، اینجلس حکمتیار، و این خط ما با تمام رهبرا شریک کردیم. اینجا ما یک جلسه دایر کردیم. در اونجا دیدم که استاد بسیار رغبت و شوق زیاد از این خط استقبال کرد و گفتن که بخیر افغانستان است، که به هر طریقی که بشه که ما افغان ها خود ما بین خود اقدام بسلو کنیم و کشور خود به امن کنیم. به این سلسله مشوره ها بودیم که استاد پیشنهادات بسیار زیادی داشتن برای تحریک ملی در افغانستان، برای جمع کردن مردم در افغانستان به طرف سرو و پیشنهادات بسیار زیادی که اکثر خود ما صحبت میکرد. زمانی که ما تصمیم گرفتیم که جرگه امن مشورتی ملی سراسر افغانستان رو جور کنم، به همراه استاد مصلحت کردم. گفتم استاد گرامی، اینو تا یک جرگه رو جور میکنیم، شما چی نظر داریم؟ گفت کاملا موافق هستم، بسیار کار نیک است. باز گفتم استاد اگر ریاست جرگه امن آرزو داشته باشین شما چی فکر میکنین؟ گفت با تمام مانا. برای من بسیار افتخار کلان میشه که من رئیس جرگه مشورتی امن شوم و به امن افغانستان اقدام میکنه باشم، به صلح افغانستان اقدام میکنه باشم. ما برشون گفتیم که استاد اگر جناب حضرت به مرزو داشتن ریاست امی جرگه رو باز چی میکنیم؟ خندید و گفت که اگر جناب حضرت به مرزو داشته باشن ما برش دیر میشم و نمیخوایم که صلح ما، جرگه امن ما بین رهبرهای جهادی ما اونجا رقابت سر ریاست جرگه باشم، تیر میشم. فرداش یا پس فرداش ما با برای جناب از رسب دیدم. جناب از رسب عرض کردم که از رسب اینه تور دیروز پر روز با برای جناب استاد صحبت داشتم و ای صحبت ها کردیم. از رسب گفت که اگر استاد آرزو داشته باشن من رسول افغانستان و خدمت میخوان بکنن، ما به تمام مانه حاصل استم دیر استم. بلکه گفت خودم پیشنهاد جناب استاد میکنم بر جرگه که اونا رئیس جرگه مشورتی امن شد. او کار شد و اگر بایدتان باشه در جرگه مشورتی امن سر ما هم نشد، هم یک راکت آمد و هم ترست آمده بودن و جنجال برپا کردن. استاد در سخنهای خود بسیار واضح بود، گفت که اگر کوششم بر صلح حتی به قیمت عزتم تمام شود من حاضر هستم، جان و زندگی رو چی میکنه به قیمت عزت. و زمانی که شورای علی صلح جور میشد در نتیجه جرگی مشورتی امن، همگی تمام اخشار ما، مجاهدین، غیر مجاهدین، بزرگان، علی سفیدا، کلانای قوم از سراسر افغانستان، رجحانشان به طرف ریاست استاد بود که شورای علی صلح استاد رهبری کنن و پیش بود. از او وقت تا به حال را که استاد شهید میشه، استاد به یک معصومیت بی‌نظیر، به یک شوق بی‌نظیر به طرف صلح میرفت. کوشش دامدار داشت، از هر لحظه، از هر موقع، از هر سخن، از هر فردی که می آمد می خواست که برای امن افغانستان استفاده کنه و یک کشور زودتر به طرف امن ببره. دنجه با می خواهیم شما حوصله داشته باشید تا باید بیانات را برتون داشته باشید که مردم خبرشان، مردم آگاه شوند.